امروز میخوایم با هم دیگه یک حساب در صرافی بینگیکس باز بکنیم قبل از اینکه ویدیو شروع بشه لازمه بهتون بگم که من هیچ اسپانسرشیپ یا پارتنرشیپی با صرافی بینگیکس ندارم و صرفا صرافی هستش که من انتخاب کردم بعد از خروج بایننس از کانادا اینکه شما چه صرافی رو میخواین انتخاب بکنیم و چه شرایطی رو بعد در نظر بگیرین چه عواملی رو باید در نظر بگیرین در انتخابتون رو با جزئیات بیشتر در ویدیویی که در لینکش در این کپشن هست توضیح داده شده حتما, حتماً بهش سر بزنین و صرافی مورد نظرتون رو و انتخاب بکنید. اما اگر که مثل من تصمیم گرفتین که در صرافی بینگیست حساب باز بکنین خیلی خوب م... نکته مهمی هستش که سعی بکنید از یک ریفرال کد استفاده بکنید نمیگم از ریفرال کد استفاده بکنید چون به نفع من هستش. به خاطر این دارم میگم که باعث میشه بتونید درصدی از روی کارمزد تراکنش ها تون کم بکنیم و خب این در طول زمان میتونه مقدار زیادی به نفعتون باشه میتوانید از لینکی که در کپشن هست استفاده بکنید یا اگر که در وبسایت گنج هستید میتونید به بخش ابزارها و لینک ها بیاین و گزینه ثبت نام در بینگیکس رو انتخاب بکنید وقتی که این گزینه رو انتخاب میکنید وارد صفحه ثبت نام بینگیکس میشید دقت کنید که اگر در آ... آمریکا یا کانادا زندگی می کنید لازم هستش که از VPN استفاده بکنید متاسفانه به طور خاص در ایران نیاز نیستش که خودش نکته جالبی هستش خب کاری که میکنیم اینه که اول ایمیلمون رو وارد می کنیم من ایمیلی که میخوام وارد کنم رو اینجا تایپ می کنم و بعد از اون پسوردمون رو وارد می پسوردی که می وجود داشته باشه برای این اکانت و گزینه نکس رو میزنیم در مرحله بعدی این چیزی که اینجا باز میشه رو این چابتایی که اینجا باز میشه رو باید انجام بدیم با کشیدن اسلایدر به سمت راست و برای شما یک ایمیل ارسال میشه که حاوی یک وریفیکیشن کد هستش اون کد رو اینجا باید که وارد بکنیم اگر اگر این کد رو اگر این کد رو دریافت نکردیم بعد از یک دقیقه می توانید درخواست پر... فرستاده شدن دوباره کد رو انجام بدین اما اگر کد رو دریافت کردین کد رو اینجا وارد میکنیم و گزینه رجیستر رو میزنیم خب بعد از اینکه این دکمه رو زدین رجیستریشن شما در صرافی بینگیکس کامل شده شما می که کریپتوکارنسی هاتون رو به اینجا انتقال بدین اگر که بخواید تبدیلشون بکنین یا میتونید که کریپتو بخرین دقت کنید برای خرید کریپتو توسط ب... بانک. اگر از طریق بانک میخواین کریپتو بخرین در کانادا نمیتونین این کار رو انجام بدین به خاطر قوانینی که وجود داره و اگر کلا بخواین این کار رو انجام بدین نیاز به KYC یا نو یور کاستمر دارین نیاز به وریفیکیشن آیدی تون دارین و بعد خودتون رو معرفی بکنید آیدی بفرستین که اگر کانادا باشین امکان این حرکت وجود ندارد اما در ایران می این کار رو انجام بدید نیاز نیست فعلا هیچ کدوم از این گزینه رو انتخاب کنید من فقط میخوام یه نشون بدم بهتون که چه آپشن متفاوتی اینجا وجود داره اولین چیزی که اینجا میبینید یک سری ریوارد هستش و وقتی که تازه اکانت باز میکنید یک سری ریوارد های مختلف بهتون داده میشه که همتون رو میتونید در قسمت ریوارد ها بریم ببینید راجع اینها نمیخوام صحبت کنم اما چیزی که میخوام روی صحبت کنم این بخش بالا هستش قسمت های مختلف رو با هم میبینیم قسمت اول بای کریپتو خرید کریپتو هستش که شما میتونید از طریق پی تو پی همونطور که توی بایننس هم میتونستید انجام بدین میتونید که توسط خرید از طریق بانک انجام بدین که اینها همه نیاز به چی داره نیاز به وریفیکیشن داره و به طور خاص از کانادا نمیتونین انجام بدین اگر کانادا هستین چه راهی بهتر هستش اگر کانادا هستین راه بهتر برای خرید کریپتو کوین بیس هستش که تو همون ویدیویی که توی کپشن پست کردم جزئیات بیشترش رو توضیح دادم همچنین میتونیم بیاین بخش اسپات رو نگاه کنین اگر که شما کریپتوی داریم و میخواین تبدیلش کنیم به یه چیز دیگه بیت کوین تبدیل به تتر بکنید کاردانو داریم میخوایم به اتریوم تبدیل کنیم فرق نمیکنه گزینه اسپات یا کانورت رو میتونید انتخاب بکنیم و تغییرتون رو انجام بدیم قسمت بعدی قسمت دریوتیو ها یا بازار مشتقات هستش که شما دسترسی داریم به پرپچوال فیوچر برای تازه کارترها و استاندارد فیوچر برای سرمایه گذارها و تریدرهای حرفه گزینه کپی تریدینگ وجود داره که شما میتونید تریدرهای های مختلف رو انتخاب بکنید و پول بذارین یه جوری اونا براتون به نوعی ترید بکنن با, با برداشتن یک درصدی ازش یا خودتون شروع بکنید این کار رو انجام دادن و یوزر جذب بکنید برای اینکه این کار رو کردن گرید تریدینگ هستش که در ویدیو همه این موارد رو در ویدیوهای جداگانه بعد راجع بهش صحبت بکنیم Great گرید تریدینگ روشی هستش که برای اینکه نخواین یه هو خرید بزرگی انجام بدین میتونین کم کم و با یک سری الگوریتم ها این خریدتون رو انجام بدین بخش بعدی بخش, نیوزر ریوارد هستش که ریوارد هایی که گفتم میتونیم بریم و بررسیشون بکنید اینجا هست قسمت بعدی قسمت آکادمی قسمت آموزش هستش چیزای زیادی رو میتونید از اینجا یاد بگیرید چیزایی که در, در جای جای اینترنت هست اما استفاده کردن از این سیستم رو هم میتونید اینجا یاد بگیرید و خیلی خیلی روش های دیگری که گزینه‌های های دیگری که اینجا وجود داره در ویدیوی جداگانه خواهیم پرداخت به تک تک این موضوعات به خرید و فروش در بازار اسپات به دریوتیو ها بازار استاندارد و پرپچوال فیوچر ها به اینکه شما می کامدوتی ها سهام و فارکس رو ترید بکنید در همین صرافی که خب خیلی خیلی امکان جالبی هستش به شکل استاندارد فیوچر میتونید رو ترید بکنید و سایر قابلیت های این صرافی رو با هم میبینید ممنون از اینکه با ما همراه بودین مراقب خودتون باشین ویدیو بعد میبینم